دست آرژانت خبرمانی پدوام که لطا سره قدرمان لیدونکا و دیر زیاد مانانه چه ده خبرمانی تردیده ملومون کسر مل و یه حیله منده ایما چه ده سهار و ده سهار جانت خبرمانی لبیلا بیلو برخص خبامو گرته برده کرده بی رزو ده سیار پلور سیار جان خوش آمدی صحبت بخیر و بعد از یک هفته غیر وزیری خوش آلستیم که خودت داری سلام بسیار جان خدمت شما و تمام دوستایی که بیننده ما هستن و من خوش هستم که دوباره در خدمت دوست هستم تشکر ما امروز باز می ترسیدیم گفتم باز مثل هفته قبل شاید غیر حاضری کنی وعده خلافی کنی ولی خدا رو شکر که آمدی خب سیار جان چی درس می تیم امروز برمو درس جدید ما چی است ما دمی جلسات قبلی کلا روی حیوانات کار کردیم روی فرم حیوانات کار کردیم امروز هم می خوایم یک حیوان اهلی یا خانگی را کار کنم برای دوستا که بیشتر بعض دوستا خیلی میگن که مشکل است حیوان شطور است که یعنی شکل یا فرمش کم مشکل است برای دوستا بله مشکل است میخوایم طریقش برای دوستا بگویم که خیلی ساده بتونن کار کنن کار را شروع میکنیم ما چندین نوع از شطور داریم مثلا نمو انواع و اشکالش فرق میکنه بعضا دو کوهانه میباشه و بعضش یک کوهانه میباشه ما یک شطور یک کوهانه اول برای دوستا کار میکنیم که ما اول از همون فرم اصلی کار میکنیم که یک شکل بیضوی یا دایروی مانند کار میکنیم که قسمت تنش در بر بگیره و بعد قسمت گردنش است و بعد قسمت پایش همین سه شکل اصلیش است ما این سه شکل اصلی را میگیریم و دیگه قسمت های جزئیات است که ما رویش کار میکنیم بسیار خوب خب اول از اون شکل دایرویش آغاز میکنیم بله اون شکل که باشه بر ما مشخص میشه که ما در کدام قسمت چی را کار کنیم بسیار خوب در همه حیوانات تمیسه اساس است که گردنش می باشه اول می دایرهش می باشه باز گردنش یا پایش در حیوانات گوناگون فرق در حیوانات کلا مشخص که از تن و سر است و بعض حیوانات دم هم دارن و ما می بینیم نظر به مو شکل اساسی حیوان که شکل دایروی داره شکل بیضوی داره بعد ما چون قبلا هم گفته بودیم هر شکل را که ما ترسیم می کنیم امیسی شکل اصلی هندسی را شامل میشه یا شکل دایروی می داشته باشن یا شکل بیضوی می داشته باشن ولی در کل همیشه سه شکل هندسی کاربرد داره بحل. که استفاده میشه که مو شکل دایروی هم یک مهارت خاص میخواد که ما باید بکشیمش و اگر دوستا مطمئن هستم که هم تعقیب کردن هم یاد گرفتن که چطور رسامی بکنن بله دوستایی که درس های اول درس های نخست ما را دیدن ما بیشتر روی امی تاکید داشتیم که بیشتر دستشان را رو بسازن با امی اشکال دایروی و اشکال هندسی تا این رسمایی که فعلا کار میکنیم خیلی برشون ساده باشه سیار جان خودت در حال اسکیچ سازی و سایه روشن کار کردن است فکر میکنم فعلا در حال اسکیچ کردن هستم سایه روشن باز مرحله بعدی است به خاطر که چهار طرف شای که من که رنگش تیره ساختیم گفتم که خیلی بله. سایه روشن است نه خیلی اوتلاین است ما این اوتلاین میگیم زمانی که ما اسکیج ما تکمیل میشه باز اوتلاین شه برجسته کار میکنیم ما این کوچک کار کردم بخاطر ما بتونیم چندین شکل شطر را در یک صفحه خود جاگزین کنیم و کار کنیم بسیار و بعض باریکی ها داره می رسامی حیوانات بسیار از جایا دیدیم که دو پای برش رسامی میکنن دو پای دیگه میمونن که زمان که باز میبینی رسامی خود تا که دیدی میبینم که با چقدر مهارت و با چقدر سادگی رسامی میکنی برش ما باید خیلی دقت کنیم در رسامی و خصوصا زمانی که ما در زندگی خود میبینیم در اطراف خود متوجه میشیم به متریال ها به مواد ها چی به حیوانات است چی به طبیعت است ما بیشتر دقت کنیم زمانی که ما دقت کنیم بازو در ذهن ما جا میمونه یا جاگزین میشه و ما میتونیم خیلی ساده همون شکلی که در حقیقت است ریال است ما خیلی ساده میتونیم باز کار کنیم بسیار بعض دوستا بیشتر از روی تصاویر کار میکنن به مو خاطر در حقیقت دقت نمیکنن تصاویر بعضشان مثلا شکل کاریکاتور میباشه تصاویر اصلی نمیباشه به مو دلیل به مو سمت و شیوه باز پیش میرن بسیار خوب و خوب است که طبیعی رسامی کنیم ما بتونیم سیار جان بله دقیقا باید ما در طبیعت زمانی که میبینیم حیوانات را حالت های مختلفش را لایف کار کنیم زنده کار کنیم او بسیار زیاد بر ما کمک میکنه تا ما بتونیم خیلی ساده و راحت کار کنیم بسیار خصوصا دوستایی که تازه شروع میکنن ما در پوهنتون در پوهنزه هنرهای زیبا میبینیم که یعنی زیادتر روی لایف تاکید و فوکس دارن اساتید که ما بیشتر از روی تصویر کرده باید خود لایف کار کنیم هر جسم کار میکنیم باید مستقیم پیش خود بانیم و از رویش کار کنیم او خیلی کمک میکنه بر ما
واقعا که کمک میکنه، چون رسامی یکی از اصلاش و یکی از جذابیت های شمی است که ما یک چیز طبیعی تر رسامی بکنیم. چیزی که هست همون تو اگر رسامی شد و خودمون زبان که یک رسامی رو میبینیم، وقتی که میبینیم به امون عکس اصلیش شباهت زیاد داشته باشه، اما قدر بر ما جذاب ما میشه، اما قدر یعنی علاقمند زیاد پیدا میکنه. بله، قبلا ما خصوصا دوستایی که تازه شروع میکنن بر کار، اصل اول ریالیزم است، همین مکتب واقعی گرایی یا ریالیزم است که خیلی دوستا باید کار کنن. باز بعد از این مکتب ما میتونیم که بر فرم تاکید نکنیم، بر محتوا تاکید کنیم. تمام هنرمندا در دو شیوه کار میکنن، بعضشان در فرم زیاد تاکید میکنن و بعضشان روی محتوا تاکید میکنن. اونایی که با فرم زیاد تاکید میکنن اونایی هستن که ریالیزم کار میکنن، مکتب واقعی گرایی کار میکنن، یعنی هر شکل و جسم را مانند خودش در طبیعت که هست همون قسم کار میکنن. ولی دوستایی که بازوی محتوا کار میکنن اونقدر به فرم توجه ندارن، فقط همون مفهوم را میخوان ارائه کنن. زمانی که ما کارهای کانسپچوال آرت یا هنر مفهومی را ببینیم، بیشتر روی مفهوم است، یعنی همون مفهوم برشان مطرح است که باید یک مفهوم را ارائه کنن، بازو قدر روی فرم نمیپیچن اونا. ولی اونا کسایی هستن، اساتید هستن که قبلا ریالیزم کار کردن، یعنی قبلا از این مرحله گذشتن، باز به اون مرحله رسیدن. بله. اما حال بیشتر مردم طرفدار ریالیزم هستن و بیشتر رسامی ها رو که ما میبینیم روی فرم بیشتر فوکس میکنن، روی فرم بیشتر کار میکنن. و یک چیز معلوم دارست، یک چیزی که علاقه مردم با او زیاد باشه، طرفدار زیاد داشته باشه، با اشخاصی که کارم میکنن به علایق مردم کار میکنن. و حالا که در عصر حاضر بیشتر ما فکر میکنم که مردم همی سبک ریالیزم دوست دارن و بیشتر استفاده هم میشن در افغانستان. بله، چون امو سطح زندگی ما یا امو پیشرفت زندگی ما به امو طریق است که ما فعلا هنوز در ریالیزم هستیم، ولی در کشورهای بیرون از ریالیزم گذشتن، یعنی از این مرحله فارغ شدن، تمام شدن، برای یک مرحله جدید را پیدا کردن. و هنرمند به نظر من شخصا او باز خواست خودشان است که چی نوع کار میکنه، ولی به نظر من هیچگاه نباید به دید مردم بره. مثلا به خواست مردم باید پیش نره، باید مردم را طرف خود بکشونه. ولی اگر هنرمند اگر مردم طرف خواست مردم، هنرمند طرف خواست مردم بره، باز مثلا یک ذوق داره که یک ذوق دیگه داره، نمیتونه تمام علایق و ذوق های اونها را در رسم خود جایگزین کنه. به او دلیل باید کار کنه که مردم را پشت خود بکشونه، پشت هنر خود بکشونه. و سیار جان خودت بگو، از مرحله ریالیزم فارغ شدی یا نه؟ بله، ما در ما قبلا از طفولیت ما رسامی کار کردم و کار میکردم به شکل آماتور و بعدا به پانزده هنرهای زیبا که رفتم. چهار سال ما در کلا روی ریالیزم کار کردیم و فعلا که بخش مستری ما درس میخوانم، سمستر آخرم است. ما روی امی محتوا کار میکنیم و قدر روی فرم تاکید نداریم. بسیار خوب. و به نظر خودت چقدر وقت در بر خواهد گرفت که در افغانستان هم فارغین داشته باشیم از ریالیزم و با مو پلی بالاتر که خودت گفتی روی محتوا کار میکنن به مرحله برسیم؟ اون نظر به شرایط زمانی است. ما زمانی که در کشور خود پیشرفت ها داشته باشیم، بعد ما میتونیم هنرم تغییر بدیم، یعنی ما نمیتونیم فقط هنر خود را تغییر بدیم ولی پیشرفت جامعه به شکل عقب مانده باشه. نظر به مو جامعه، هنرم پیشرفت میره، هر چقدر هنر پیشرفت کنه جامعه هم باید پیشرفت داشته باشه. بسیار خوب. و میشه که تصویر دومم تشریبیتی دو کوهانه است فکر میکنم؟ نه خیلی، نه، این شطور هم یک کوهانه است ولی به شکل نشسته است. من خواستم برای دوستا کار کنم که زمانی که یک شطور استاد میباشه به کدام شکل میباشه و زمانی که نشسته میباشه ما چیگونه میتونیم او را راحت کار کنیم. بله. نشسته که شو باز یک رقم چهره دو کوهانه را میکشه به خاطر که دو پستی و بلندی بگیره از گردنش. بله، به این شکل مال یک دو کوهانه هم بر دوستا کار میکنم تا بیشتر. بسیار خوب. میشه که روی تصویرم صحبت داشته باشی سیار جان؟ بله، این ما فقط به شکل اسکیچ کار کردم، دوستاش خودشان دیدن که ما در نخواست اشکال هندسی کار کردیم مطابق همو اشکال هندسی خود، بعد فرمش را ایجاد کردیم و کار کردیم. ما اگر تمام ازنا را تقسیم بندی کنیم کلا به اشکال هندسی تقسیم میشه. مثلا این قسمت از ما یک دایره داریم،
در این قسمت ما یک دایره داریم، این قسمت یک دایره دیگه داریم، این قسمت یک دایره دیگه. ما سه دایره را زمانی که یک جای میکنیم، همین قسمت کوهان یا همین قسمت تنه شتر را میتونیم ایجاد کنیم خیلی ساده. و همین قسمتش مثلا یک شکل بیضوی داریم، این قسمت هم یک شکل بیضوی داریم. کلا از اشکال هندسی ما میتونیم خیلی ساده رسم خود را کار کنیم. بسیار خوب. زمانی که ما اشکال هندسی را بیشتر کار کنیم، وقتی که ما همین فرم را یا می رسم را میبینیم، هر شکل را که میبینیم، اون اشکال هندسی بر ما واضح میشه که ما نظر به می فرم ما کدام شکل هندسی استفاده میشه و کار میشه. بسیار ساده هم میشه و بله خیلی ساده هم کار میشه. و شطور دو کوهانه که از شما قبلا گفتین دو کوهان یعنی داره دو بلندی داره در پشت سر خود به این شکل. که هم از یک شکل هندسی آغاز کردیست که شه. بله به این شکل ما اول تنیش کار میکنیم و بعد میاییم روی کوهانش. باز دوستایی که مثلا بیشتر کار میکنن، زیاد کار میکنن، باز ضرور نیست که دیگه از شکل هندسی استفاده کنن، ولی برای دوستایی که نواموز هستن من بیشتر تاکید میکنم تا رسمشان فرمشان اشتباه نشه، از اشکال هندسی باید زیادتر استفاده کنن. بسیار. باز کم کم که عادت کردن عادی میشه برشون. بله باز خیلی عادی میشه و میتونن خیلی ساده باز کار کنن بدون از اینکه شکلای هندسی رو مد نظر بگیرن میتونن کار کنن. زمان که اسکیچ تمام شد ما آوتلاین کار میکنیم، آوتلاین شو برجسته میکنیم، قسمت های تاریک روشن شو برجسته میکنیم به این شکل. بله. و این شترها که از بیشتر موی زیادتر داره نسبت به اون شترهای یک کوهانه. و وزنشان هم زیادتر است. بله وزنشان هم زیادتر است. اگر شما لاغرتر است دیده باشین در باغوش ما از این شترها داریم در افغانستان. بله بله. فکر کنم از این شترها از پشمشان هم استفاده میشه و برای خاطر لباس و بعض چیزها استفاده میکنن. بله از پشم شتر از پشم حیوانات گوناگون استفاده میکنن که دقیقا از پشم ازی هم شاید استفاده های گوناگون صورت بگیره. به این شکل. بسیار خوب. شما دیدین که ما زمانی که یک کوهانه کار کردیم و نشستش هم کار کردیم، همین قسم دو کوهانه، باز دو کوهانه نشستش مکمل مثل همین شطور است، فقط فرقش رایی است که باز دو کوهان اضافه میکنیم. بله دو کوهان اضافه میکنیم. بسیار تشکر سیار جان از اینکه تشریف آوردی، واقعا که درس بسیار خوب بود و چقدر تصاویر زیبایی را رسامی کردی با بسیار راحتی و امیدوارم که بیننده ها هم آموزش دیده باشن. خب سیار جان اگر کدام باریکیه در این نقاشیت مانده باشه که نگفته باشی و بیننده ها بخواین به راحتی ایره رسامی بکنن بر بیننده ها بگو. فقط رسم ما هم کلیتش همی است که هر حیوان یک مشخصه خاص خود را داره. مثلا شتر که از عضلاتش خیلی مشخص است و چی اسب که از خیلی عضلاتش مشخص است، ولی شتر که از خیلی قسمت های کوهانش و پاهایش باید مشخص باشه. بل. چون پاهایش و کوهانش یک متفاوت یا یک مشخصه خاص است که خودش داره و می قسم هر حیوان یک مشخصه داره، مشخصش درست کار کنیم میتونیم خیلی ساده کار کنیم. بسیار خوب. بسیار تشکر سیار جان و امیدوارم که به نفع بیننده ها تمام شده باشه. میتونین که تکرار شه ببینین در چنل یوتیوب تلویزیون آریانا و شما همین لحظه میتونین به طور زنده بیننده یک نشست خبری در مزار شریف از آریانا و آریانا نیوز باشین که در مورد چی است در نشست خبری میبینیم. اگر وقت باقی مانده بود دوباره به صفحه زندگی برمیگردیم.